بند 11 می فهمد حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق نمایندگان و جایگاه قانونی نمایندگان وظیفه هیئت رئیسه است. جناب آقای رئیس، ما 2 هفته است تو منطقه انتخابیه داریم از مردم نقد میشنویم و اگر نگم ناسزا میشنویم. اقتدار مجلس کجا رفته جناب آقای قالیباف که هیچ کس پاسخگوی وضعیت موجود در کشور نیست؟ اقتدار مجلس کجا رفته؟ ما نمایندگان نمیتونیم رئیس جمهور رو حداقل سوال ازش کنیم که او روزگاری پشت همین تریبون مجلس گفت اگر من بخواهم ظرف 2 هفته دلار رو به مبلغ 5000 تومان و 7000 تومان برمیگردونم. امروز دلار از مرز 30000 تومان گذشته، کسی ککش نمیگزه. مردم زیر فشار اقتصادی دارن له میشن. آقای رئیس، چرا حداقل طرح سوال رو که ما قائلیم باید همچین آدمی استیضاح و محاکمه بشه، نه فقط سوال، وقتی مجلس اینجوری باشه 2 هفته تو منطقه انتخابیه این نماینده ها دارن ناسزا میشنون که مجلس اقتدارش کجا رفته؟ جایگاه نماینده ها دست شما هیئت رئیسه است. اگر هیئت رئیسه به وظیفش عمل کنه، بیش از 2 ماه طرح سوال وارد دستور شما طرح سوال رو وصول نمی کنید. لذا رئیس جمهور محترم هر کار دلش میخواد انجام میده. لذا معلومه توی این مملکت قانونی نیست. خواهش میکنم به بند 11 ماده 22 خودتون عمل کنید، اقتدار مجلس از بین نبرید. مردم دارن ناامید میشن. بعضی از این آدم هایی که معاند و مخالفن میگن عنوان انقلابی رو از این مجلس بردارید. نکته دومم عرضم تمام، هنوز وقت دارم. خواهش میکنم این مباحثی که این روزها تو مجلس داریم بررسی میکنیم از دستور خارج کنید. 2 تا موضوع درست رو، خودرو و ارز رو، وارد دستور کنید. یه تصمیم درست و یه راهکار درست براش در نظر بگیریم. این مباحثی که استفساری فلانجا و طرح اعاده قانون، اینها الان فعلا مردم نیاز مبرمشون اینا نیست. نیاز مبرم مردم موضوع خودرو، موضوع خوراک دام، موضوع ارزه. به این موضوعات بپردازیم که مردم اینا نیاز دارن. خیلی عذرخواهی میکنم. خیلی ممنون.